خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوب و خوش و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی، وطن شبکه جانی تلویزیون ملی پاس، در خدمت شما خانم ها واقعا بسیار از ناظرین گرامی هستم. خب مقاومت همینجوری ادامه داره. فکر نکنم که جمهوری اسلامی دیگه آب خوش از گلوش پایین بره. هر جا که میبینید به هر صورتی مقاومت ادامه داره. در ورزشگاه سپاهان در حالی که مسابقات هفته دوم جام باشگاه های آسیا در جریان بود، تیم سپاهان قرار بود که با تیم الاتحاد عربستان مسابقه بده. اینا اومدن مجسمه قاسم سلیمانی رو تو زمین کنار زمین گذاشتن. تماشاگر اسوانی فریاد می‌زدن ما ورزش با سیاست نمی‌خوایم. ما ورزش با سیاست نمی‌خوام. شعار می‌دادن تو استادیوم. قبل از مسابقه، قبل از مسابقه شروع بشه. تیم عربستان، تیم اتحاد عربستان که وارد زمین شد، مجسمه قاسم آقای سلیمانی که آقای ترامپ ترتیبشون داده بودن کنار زمین دیدن و از زمین خارج شدن، رفتن بیرون. جالبه همونجا هم بلافاصله سوار اتوبوس میشن، میرن فرودگاه و از اینجا برمیگردن عربستان. و این ضربه هولناک بود به نظر من به جمهوری اسلامی خورد. ضربه ای که یعنی اصلا انتظارش نداشتن و مسابقه به هم خورد، انجام نشد. حتی فوتبال اصفهان میگه که داور مسابقه به هم به سر ختمش کرد، نذاشت شروع بشه و به همش زد. به هر حال در نهایت اینکه این مسابقه به دلیل برداشت سیاسی که جمهوری اسلامی میخواد از هر موردی بکنه که به سر یه حقانیتی رو نشون بده به هم خورد. حالا حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی تنها مقابل مردم ایران نیست، مقابل مردم جهانه و این حرکاتش رو مردم جهان نمیپسندن. در هر سوراخ سنبه‌ای میخواد خودش رو جا بده، تو سوراخ موش هم جمهوری اسلامی میخواد خودش رو جا بده که منم هستم. بابا مسابقه است، به قاسم سلیمانی چه ربطی داره؟ اصلا قاسم سلیمانی مثل خود آقای خامنه‌ای که میفرماید من اصلا فوتبال بازی نکردم، فوتبال نمیدونم چیه. قاسم سلیمانی اصلا پاش به تو خورده، به پیر به پیغمبر باور نمی کنم. چون جان بارها گفته آقا خامنه‌ای که اصلا ورزش نمیشناسه چجوری به این ورزشگاه رو تبدیل کنه. خوشم یه روز گفت، گفت من تو حوزه علمی قم چند بار والیبال بازی کردم. حالا قاسم سلیمانی هم همین مجسم قاسم سلیمانی برای چی تو ورزشگاه میذارید؟ اهرمان بوده اصلا تو کوچش گل کوچیک بازی کرده، فوتبال دیواری بازی کرده که عکسش رو میذارید مجسم شده دید. خب دیگه همه چیزی جمهوری اسلامی تبلیغ حرف گفتم که هر موقعیتی به دست نمیخواد برای خودش تبلیغ بکنه. و این مجسمه هم که واقعا شکل قاسم سلیمانی نبود، قبلا هم یکی دیگه ساخته بودن. یعنی که مملکت ما یه کاری کردن که یه مجسمه ساز پیدا نمیشه اصلا، ولی اینا بهشون میدون نمیدن. مجسمه سازه باز حزب اللهی باشه، در نتیجه نگاه چه چیزای مسخره ای درست میکنن. واقعا اصلا شکلی رو قاسم سلیمانی نیست. به هر حال مسابقه به هم میخوره و خیلی خیلی به نظر نمیدونم حالا نتیجه کنفرانس فوتبال آسیا چه تصمیم میگیره رو نمیدونم، ولی کن عربستانی ها نشون دادن که حداقل یه جاهای پاشون رو صفر گذاشتن. وزیر امور خارجه عربستان که به ایران اومده بود بردن توی سالانی که عکس قاسم سلیمانی گذاشتن بالای پرچم عربستان سعودی‌ها رو. وزیر امور خارجه گفت من اینجا مذاکره نمی‌کنم توی این سالا.
اینا هم دمشون گرم گفتن آقا ما فوتبال بازی نمی کنیم. من چیت بک میکنم میگم خیلی خب ورزش با سیاست دیگه قاطی شده. اون جریان 50 سال پیش 60 سال پیش 70 سال پیش المپیک به وجود اومد که قرار بود ورزش با سیاست قاطی نشه، حالا مفهومش از دست داده. ولی من نفهمیدم بودن مجسمه قاسم سلیمانی قبل از شروع مسابقات تو ورزش چه معنی میده. قاسم سلیمانی اصفهانی بوده ولی مسابقات تو اصفهانه. قاسم سلیمانی ورزشکار بوده، فوتبالیست بوده، عضو تیم سپاهان بوده، چی کاره بوده که مجسمش رو نوشتید؟ مقاومت ادامه داره. سپیده رشنو دختر مبارزی که دانشجو بوده و یکی از پیشگامان نهضت آزادی زنان و مبارزه با حجاب اجباری، توی اتوبوس های خاطرتون باشه با یه زن دعوا شده بود و زنی که به اصطلاح نمیخوام بگم خانم، واقعا خانم نبود اون یارو، نه این چه با لحن بد صحبت میکنی زن چه نمیگی، واقعا خانم نبود، اومد به این گیر داد به خانم سپید خانم و اونجا دعوا شد. اون زنی که مال سپاه مال هر جایی که بود فیلم گرفت، اومدن رشنا رو گرفتن، خانم سپیده رو بردن زندان، شکنجهش دادن و جلو دوربین اومد اصخایی کرد، درش معلوم بود اون سیاهی و کبودی ها تو صورتش جاش مونده بود، بعدش هم گفتن شکنجه خیلی کدر زدن. حالا بعد دانشگاه بیرون از دانشگاه بیرونش کردن، گفتم برو دو ترم مرخصی نمو تو، من مرخصی نمیدم برگردم و همینجوری میام. چرا گرفتن؟ چون که چرا بیرونش کردن؟ چون که در واقع حجاب رعایت نکرده بود و به هر فرسایش مرخصی اجباری. حالا امروز رفته دادگاه با همین هیبت که شما در تصویر مشاهده میفرمایید، با همین هیبت قبلا تو اینستاگرامش نشون من با همین عکس یک شاب کرده بود به دو روسری، گفت من به این شکل میرم دادگاه، که امروز همون عمل کرد و با همین شکل رفت دادگاه، راش ندادن و دادگاه بدون او به اصطلاح تشکیل جلسه داد. خدا میدونه که دو مرتبه چه بلایی سر این خانم سپیده رشنو بیارن و یه عده‌ای به قول این سپرخان خسروی، حالا اسم نمیارم، فقط میگفت یه عده‌ای توی ایران، یه خانمای توی ایران زجرش و زندانش و بدبختیش میکشن، یه عده بعضی از خانم‌ها در اینجا دارن پولش رو جمع میکنن، پول مبارزه اونا رو دارن میخورن. خیلی خب، موضوع جالب دیگه هم هست که در مورد نفوذ جمهوری اسلامی در سیستم سیاسی آمریکاست که امروز مورد بحث آقای افتخار اسپیشن خانه افتخار است. ازمه پیمان رو ببینیم و برگردیم و بریم ببینیم که در این زمینه چه خبرهای تازهی برمار دارم با ما باشید. جدت برمیگردم به خانه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. تکلیف جناب آقای بیژن خان افتخاری رو صفحه مشاهده می‌فرمایید. خدمت ایشون هم من عرض سلام دارم و انشاءالله که حتما ایشون قبراق و سرخال و سالم هستن و میتونن به سوالای من خوب جواب بدن، چون باور بفرمایید که حالا هفت و هفت میاد از همین شروع برنامه‌ای که من نشستم جلو دوربین، این دوستان خبر در گذشته یکی از نزدیکان دادن، خبر اینه دادن که یک خانم در باز از نزدیکان ما خورده زمین بیمارستان الان بردندش، در همین 14 دقیقه که برنامه شروع شد، حالا شد 15 دقیقه، دو تا خبر توی فاصله دادن. امیدوارم که به شما خبرهای بد نرسه و آقای افتخاری خوب و خوب و خوب خوب باشه. خوبید آقای افتخاری؟ درود بر شما جناب دکتر گرامی. بله من خوبم، عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون فارس. بله حضور سرکار عرض شود که آقای افتخاری میبینید که همش مقاومت و درگیری با جمهوری اسلامی تو خیابون نیست، حالا مردم از هر فرصتی استفاده میکنن، مثلا همین در ورزشگاه
که مردم شعار میدادم ما بعدش با سیاست نمیخوام، عکس مجسمه فلانی رو گذاشته بودن، یا خانم سپیده رکنات دادگاه نمیره داشت نمیدن شما همونجوری که تو عکس دید بی حجاب داشت میرن. اولا در مورد این مقاومت که در هر شکلی به صورت مدنی شاهد هستید خوشتون میاد؟ کیف میکنید؟ خب البته. و جناب دلدار گرامی، من فکر میکنم پس از مدت‌های مدیدی بالاخره برای مردم ایران، برای تمام اخشار، حتی اخشاری که به قول خودشون سیاسی نیستن یا تحت عنوان قشر خاکستری، جا افتاده که این نظام نظام ایرانی نیست. اینا دشمنان ملت ایران، اینا غارتگران کشور ایران. این داره جا میفته. وقتی که این جا بیفته شما دیگه مقاومت رو در همه جا میبینید. یعنی مشروعیت یک نظام وقتی از بین میره دیگه مقاومت پشتشه، هیچ کارش نمیشه کرد. هر کسی در هر کجا مقاومت میکنه. خبر عجیبی که حالا بهش خواهیم پرداخت این هستش که جمهوری اسلامی رفته دنبال این که سرکوبگرهای جدید استخدام کنه از کشورهای دیگه بیاره در ایران. چرا؟ برای اینکه در خود نیروهای مسلح خودش هم مقاومت شروع شده. تعدادی از ارتشی ها، تعدادی از نیروهای انتظامی، تعدادی از پاسدارها درشون زمزمه های تندی علیه این نظام و به خصوص شخص خامنه‌ای بلند شده و اختلافات داره تشدید میشه. این مقاومت همه جانب است. حالا تا یه موقعی با این عنوان که آقا اینا اسلامن و روحانین و خدا و پیغمبر و اینجور چیزا میشد سر مردم و کلا گذاشت، اینا هم رفت کنار. یعنی جمهوری اسلامی جوری عمل کرد که امروز مردم میگن نکنه اون امامایی هم که ما بهشون دخیل میبستیم از تیپ همین آخوندا، از همین جنس، همینطور آدم کش و ضد بشری بودن. بنابراین مشروعیت نظام از بین رفته و اون توهم که اینها یک کاری برای کشور خواهند کرد و نمیدونم، یادتون دیگه خمینی میگفت یه 5 سال حکومت رو بدین دست ما، اگر درست عمل نکردیم ما میریم پی کارمون، میریم همون قبرستونایی که از توش اومدیم. 45 سال مملکت دستشونه و شما میبینید که جز غارت و نابودی ایران، جز عقب ماندگی برای ایران، اینا هیچ ثمری نداشتن. هر روز در ایران یک خانواده باید جوونش رو از دست بده، هر روز در ایران یک خانواده باید دخترش به خاطر نداری به 1000 راه کشیده بشه. بنابراین تعجب نداره. من تعجب میکنم از اونهایی که فوتبال دوستن و این شرایط رو میبینن و هنوز با میشن میرن توی استودیوم ها پول تو جیب این رژیم میریزن. از اون باید تعجب کرد. صد واقعا رحمت بر بازیکنان تیم الاتحاد که متوجه شدن جمهوری اسلامی حالا نتونسته سفیرشون رو بیاره زیر تصویر قاسم سلیمانی، میخواد به این ترتیب به قول خودشون کلک بزنه به اینا و اینها متوجه شدن با تمام عواقبی که میتونه این کار برشون داشته باشه، گفتن آقا نه، ما این پای این بها ما موضوع هستیم، بهاش هم میدیم، ولی اجازه نمیدیم از ما سوء استفاده بشه. پیام من اینجا به فوتبال دوستان داخل ایرانه. دوستان عزیز، من هم مثل شما به فوتبال بسیار علاقه‌مندم، من هم آرزو دارم فوتبال ایران روزی به یه جایی برسه، ولی نه ایران تحت اشغال یه عده دزد آدم کش. بنابراین تحریم کنید، نرید، اجازه ندید از شما به عنوان سیاهی لشکر سوء استفاده بکنن. این نباید این تیم الاتحاد باشه که به سیاسی کردن فوتبال اعتراض بکنه، این باید شما باشید و با نرفتنتون نشون بدید که آقا ما مقاومت میکنیم. شما ببینید دختر جوانی به نام سپیده رشنو در اتوبوس اون زن گازش میگیره، بعد میبرن توی زندان میزننش،
ازش تعهد میگیرن، میاد بیرون میگه نه من حجابم رعایت نمی کنم، حالا دادگاهیش کردن میبرنش دادگاه، در دادگاه هم بدون حجاب میره. یعنی شمایی که طرفدار فوتبالی و ظاهرا به قهرمان و قهرمان پروری علاقه مندی، اینقدر توان نداری که بایستی و بگی آقا من نمیرم ببینم، فوقش از تلویزیون تماشا میکنم، پولمو نمیریزم تو جیب دوست ها و آدم کشایی که بالا سر منن و من و خانواده من رو مورد هزار نوع اهانت قرار میدن. یه کمی این چیزها رو باید ما یاد بگیریم، از همین دختر جوان یاد بگیریم که با تمام اینکه زندگیش در خطره، آیندهش در خطره، سلامتش در خطره، می ایسته و حرفش رو میزنه. مقاومت موضوع بسیار مهمی است که ما باید حتما انجام بدیم. این خانم سپید خانم خیلی هم قشنگ نوشته، نوشته که فکر کن بعد زندگی لذت نمیبرم، من عاشق زیبایی زندگیم و همه چیز رو بهش عشق میبرزم، ولی که من دنبال حقیقت زندگی هستم، نمیتونم چشم رو با حقیقت دارم که آقا مثلا یه جایی مثال زدی که زن مرد در آفرینش هر دو مو دارن، چطور میشه با مو سر یکیش حرام باشه یکیش حلال باشه؟ و این حقیقتی نیست که من بتونم باش کنار میام، من دنبال حقیقتم. یه دختر جوونه تو این سن و سال که میدونه یه رفت زدندش یه میلیون نمیم چقدر بسیق باشتم اومده بیرون، اون هم کتکش زدن، باز به خودش میاد میگه نه من باز ادامه بدم. حالا خدا میدونه آقای افتخاری اینی چه بلایی سرش میارن همه خانم سپیده رشنا رو، ولی چون آمادگی داره دنبال حقیقته. سعی میفرمه در مورد فوتبال هم همینطوره، در مورد همه مسئله هم داره. انسانهای آزاده کم در ایران نداریم. حالا بعضی ها مثلا میگن آقا رونالدو اومد دیدی مردم چجور دنبالش میدویدن. بله اصلا بگیم 10,000 نفر هم دنبالش بوده، 85 میلیون ایرانی هستیم، 10,000 تا میتونن اون دور ابله باشن که دنبال یه فوتبالیست از این بازی ها درارن. ولی ما آدم های مثل سپیده رشنو، مثل نوید افکاری، قهرمان هایی که زنده بودن و هستن و می ایستن و درس مقاومت میدن کم نداریم و از این به بعد شاهد این موضوع بیشتر و بیشتر خواهیم بود. چون تشت بی‌آبرویی این نظام و این سیستم فکری مدت هاست به زمین افتاده و همه دیگه اطلاع دارن. برای من تعجب نمی کنم اگر ببینم میزان مقاومت مردم و به خصوص جوانها، جوانهای آگاه ما، جوانهای مثل سپیده رشنو که عاشق زندگی هن اما زندگی رو میشناسن، میدونن زندگی بدون آزادگی، بدون آزادی، بدون احترام و کرامت انسانی به بدترین پدیده میتونه تبدیل بشه، میشه به نوعی به لجن آغشته کردن وجود انسان بشه و اینا نمیخوان اونطوری زندگی کنن، اینا نمیخوان به لجن آخوندی آغشته بشن. و خب اینجاست دیگه، قبلا هم عرض کردم بین ملت ایران و نسل جوان ایران و نظام آخوندی یک دریای خونه، چیز دیگه نیست، و آخونده در این دریای خون غرق خواهند شد توسط ملت. من در این مورد شک ندارم جناب دلداری. حالا آخونده همونطور که به هر حال میدونید دو تا سیاست دارن دنبال میکنن برای نجات خودشون، یکی جاسوسی و فرستادن افراد نفوذی که هم چند روز پیش هفته پیش فاش شد، ما هم توی برنامه جمعه هم در مورد صحبت کردیم، عوامل خودشون رو فرستادن تو کاخ سفید و وزارت دفاع و همچنین وزارت امور خارجه. از طرف دیگه سیل عظیم افغانها به ایران سرازیره و این اصفهای کلام شما اول برنامه من متوجه شدم که میخواید در این مورد صحبت بکنم، مثلا در مورد این فوج افغانها در ایران. بفرمایید که برنامه جمهوری اسلامی اول حالا در مورد همین مسئله افغانها بفرمایید که چجوریه، برنامه شون چیه، چرا این همه آدم از افغانستان دارن میارن و درگیری داخلشون چیه؟ بله اگر شیر اسکرین رو من داشته باشم، یک
ویدیو کوتاهی هست مال روز جمعه که با هم اون رو ملاحظه بکنیم و بعد من میپردازم به موضوع علت این قضیه. خیلی کوتاه هستش با هم می ملاحظه میفرمایید دیگه یک همچین ترافیکی پشت مرز هست. خب اما جالبه به شما بگم که جمهوری اسلامی نه تنها مطلع بلکه روی این قضیه داره سرمایه گذاری میکنه. روی این قضیه براش خیلی مهمه که مرز رو باز بگذاره و تعدادی از این افغانها رو وارد کشور بکنه. صحبت این است که در حال حاضر 5 میلیون افغان در داخل کشور هستند. صحبت از این است که قرار است به 3 میلیون نفر دیگه اجازه بدن که وارد ایران بشن. در ابتدای عرایزم گفتم در داخل نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی زمزمه های مبنی بر این که آقا این آدم کشی تا کی؟ ما تا کی قرار بریزیم بزنیم؟ یعنی به نوعی وجدان در بین بخشی از اینها، نه همشون، به وجود اومده و این میتونه مصری باشه. یعنی اگر یک جوانی در بین نیروهای سرکوبگر به این نتیجه رسیده که آقا من قرار همسایه‌مو بزنم، من قرار پیرزن و پیرمرد رو بزنم، پسر بچه و جوان بزنم، آدم بکشم، آخ من کجای کارم، تردید درشون به وجود اومد. به این دلیل جمهوری اسلامی نتیجه گرفته که آقا اگر ما تونستیم گروه فاطمیون درست کنیم از بعضی از افغانها و اینها رو برداریم به خاطر نداشتن زندگی با مای 100 دلار 200 دلار 300 دلار ببریم سوریه اونجا واسه ما آدم بکشن، خب تو ایران هم میتونیم همین کارو بکنیم. بنابراین تلاش جمهوری اسلامی این هستش که با وارد کردن افغانهای درمانده پاک باخته به درون جمهوری اسلامی لشکر جدیدی برای سرکوب ایجاد کنن که هیچ به اصطلاح رابطه خونی با ایرانی ها احساس نکنن. حالا ممکنه همزبان باشیم، بعضیشون هم که اصلا به زبان دیگری صحبت میکنن، ولی اینها رو برداریم بیاریم با یه حقوق حداقلی اینجا نگه داریم، اسکان بدیم، زن و بچه داشته باشن و در خدمت ما باشن. زمانی که میگیم برو بکش دیگه تردید نکن. بنابراین عرض میکنم مقاومت داره به بالاترین سطح ها میرسه. اشکال قضیه چی خواهد بود جناب دلدار گرامی؟ اینکه ممکنه همینها با نیروهای انتظامی در داخل کشور مقابله پیدا بکنن و به نوعی درگیری های داخلی به وجود بیاد. حالا بعضی ها میگن که روزگار اشرف افغان برخواهد گشت و ایران رو افغان ها خواهند گرفت. من اون رو نمیدونم، ولی اینو به شما اینو میدونم که برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست که ایران توسط افغان ها اداره بشه یا توسط ایرانی ها یا توسط مثلا عرب ها. مهم برایشون اینه که اینا بالا باشن، تو رأس قدرت باشن، این قارت و چپاور رو بتونن ادامه بدن. بنابراین براشون اصلا اهمیت نداره که ممکنه این افغانهایی که آمدن توشون آدم های آدم کش متجاوز به زن و بچه مردم فراوون باشه. من حتی میتونم عرض بکنم که اگر اینها تحت حمایت جمهوری اسلامی باشن مجوز میگیرن که هر غلطی دلشون بخواد با ملت ایران بکنن. بنابراین تعجب نکنیم اگه فردا دیدید که افغان ها توانستن به این تجاوز کنن، مال اون رو بگیرن و جمهوری اسلامی چشیش رو میبنده و ندید میگیره، برای اینکه اینا آدم های هستن که قرار پایه های حکومت علی خامنه ای و پاسدار های آدم کش دورورش رو محکم بکنن. برای این باید بهشون امتیاز بده. خلاصه کلام، ملت شریف ایران داریم به بد راهی میردیم و تا وقتی که نشستیم و تماشا میکنیم، تا وقتی که منتظر میبینیم آقا این آقای استاد تطلو مثل این که قراره فلان کنفرانس یا فلان کنسرت بذاره، بریم به هم بریزیم. آقا اون بدبخت چی هست که تو
تمام نیروی سیاسی تو میخوای جمع کنی بریم اونو به هم بریزی، ولی نصف این نیرو رو ما نذاشتیم که جلوی سازمان ملل رئیسی رو محکوم بکنیم. نمیدونم سپاهان با الاتحاد مسابقه داره، پاشو بریم اونجا. آقا کشتی ایران شکست خورد عزیز من، میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در نقش بند ایوان است، مملکت داره از دست میره. حالا شما نشستی چی رو نگاه میکنی؟ اینه که تا وقتی که ما خودمون به این خودآگاهی نرسیم که آقا داره مملکت از دست میره ها، دیگه ایرانی نخواهد بود، و هنوز مشغول اینیم یا به همدیگه گیر میدیم که اون اینطور است و اون اونطور است، کار به منوالی است که آخون میخواد بره. به شما عرض میکنم مملکت ایران نابود بشه، تجزیه بشه، نمیدونم کنفیکون بشه، برای آخون مهم نیست. این رو داشته باشید. بفرمایید آقای من گفتم چون خنده ها بگم چون نوعی که شما صحبت کردید استاد تطلو، ببینید جالبه، باور بفرمایید ما میخوام مبارزه بکنیم، ببینید سراغ یه آدم بقولی شده یه آدم ضعیفه، بیچاره ای که عقل از نظر منتالی عقلانی هم ضعیفه، بیماره، ببینید با اون مبارزه میکنیم. این آقای تطلو میگن که من نمیدونستم جریان چیه، شنیدم 7-8 هزار تا بلیتش تو آلمان فروش رفته، هیچ فروش. بعد میگم که بخوام برم به هم بزنم، میگم خب برای چی میخوام به هم بزنن؟ خب ما یه زمانی آقای افتخاری محفش داشتی، یه زمانی آفت داشتی، این هم مثلا همین تطلو اینا بودن دیگه، یه چیزی تازه آورده بودن برای مردم عجیب غریب بود، اینا بایکوت میکنن. مثلا خانم محفش میگفت این اینجام کجه، این دست کجه، برای مردم خیلی عجیب غریب بود که بعد اون یارو ارکست میگه مادر شوهر گفت باطل نشه. این برای جامعه ما خیلی عجیب غریب بود. حالا تطلو هم همونه، ولی که ما میایم اون زمان با محفش مبارزه میکنیم، حالا با تطلو میگم که تطلو رو چرا میخوان؟ به جون شما نمیرسم. دیروز پیروز حالا خدمت رو هست کن، دیروز پیروز آقای مرتضی خواننده و آقای حمید شبخیز مهمون من بودن، اومدن اینجا با هم یه 24 ساعتی با هم بودن. بعد این جریان تطلو بود، پرسید این جریان تطلو چیه؟ چرا میخوان باید؟ گفته به تطلو به مهسا امینی فحش داده، توهین کرده. یا خب این همه آدم مهسا امینی رو کشتن که هیچی، چند صد تا آدم دیگر هم کشتن، چرا با اونا مبارزه نمی کنن که اونا آدین کشتن؟ اومدن با تطلو، خب حالا تطلو یه آدم برحال توازنی نداره، یه جور آدم خالش، شما با این چرا مبارزه میکنی؟ با قول جنابالی نیروتو نمیزدین اینجا که کار عبسیه، بده خب نیروتون یه جای دیگه بزنید که همون توی فرمانده مثلا در تظاهرات رئیسی میرفتی. آره راست میگید آقای توهین کرده مهسا، آنه ما کنسرت به هم بزنیم استاد تطلو قشنگ مفتیم استاد تطلو حیوان ببینیم. برگردیم برسیم به قسمت آخر صحبت ها که نفوذ جمهوری اصلاحی برای بقا از به اصطلاح پایگاه های مختلف حکومت ایالات متحده آمریکا. برگردیم. خب جناب آقای افتخاری نازنین، میپرزیم به شق دوم تلاش جمهوری اسلامی برای بقا. یک آبروریزی شد، حالا بیشتر از اینکه برای جمهوری اسلامی باشه، البته برای جمهوری اسلامی اعتبار آورد، ولی که برای کاخ سفید آبروریزی آورد، عدم اعتماد به وجود آورد. جمهوری اسلامی همونطور که در خبرها خوندید و به تو سرنخش هم مثل ایران اینترنشنال بود که گفتن که جمهوری اسلامی عواملی مثل خانم طباطبایی رو در وزارت دفاع پنتاگون داشته، وزارت امور خارجه داشته، لابیگری های در خود کاخ سفید داشته، تمام اینا عوامل جمهوری اسلامی بودن که تا بیخ گلوی آقای بایدن هم جلو رفتن. خب این نشونه یه نوع چی میگن جاسوسی حرفه‌ای بوده که جمهوری اسلامی تقریبا قانونی انجام ده، تقریبا قانونی ها، ولی من فکر کنم خانم طباطبایی به خاطر لابیگری غیر قانونی خودش اون پس میده. یه تا توضیح بدید برای تماشاگرها، چون شما شیرین و
راحت صحبت میکنی و جزئیات قشنگ میشکافید. این ماجرای نفوذ جمهوری اسلامی چی بوده در سیاست آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی از جمله یاران مالی بفرمایید. بله، من البته فرض میگیرم که دوستان عزیز بیننده این برنامه از ماجرا آگاهن، یعنی براشون چیز جدیدی نیست، و اگر هم نیستن پیشنهاد میکنم اون دوستانی که انگلیسی بلدند به وبسایت سمافور، من اینجا میذارم این وبسایت رو، ملاحظه بفرمایید، این وبسایت سمافور هست که این گزارش رو تهیه کرده، همونطور که میبینید این آقای رابرت مالی هست و این خانم آریان طباطبایی، دختر سید جواد طباطبایی، به اصطلاح فیلسوف اسلامی است، و این آقا هم عدنان طباطبایی، پسر صادق طباطبایی است. اینها آدم‌های دور و بر این هستند که توضیح داده شده. سمافور ایمیل هایی رو به دست آورده از درون وزارت امور خارجه، البته بعد از اینکه متوجه شدن آقای رابرت مالی یه کارایی میکنه که خیلی با سیاست خارجی آمریکا جور نیست و ظاهرا حسابی با آخونده گرم گرفته، آمدن و این ایمیل ها رو در اختیار سمافور قرار دادن. حالا کی من نمیدونم، احتمالا یک ویسل بلوور این کار کرده، و اون یه گزارش خیلی کافی و وافی در این مورد تهیه کرده. ایمیل های به فارسی رو که به دست آورده داده به ایران اینترنشنال، و ایران اینترنشنال براشون ترجمه کرده، ظاهرا با همکاری با ایران اینترنشنال تونستن یه گزارش خوبی رو تهیه بکنن. دقت بفهمید که رؤوس قضیه اینه، سه دستیار رابرت مالی نماینده بایدن در امور ایران بخشی از یک شبکه وابسته به دولت ایران بودن. این سه نفر عبارتن از آریان طباطبایی، دختر سید جواد طباطبایی مثلا فیلسوف، پسر صادق طباطبایی به نام عدنان طباطبایی، و یه آقا پسر دیگری به نام علی واعظ، از نوچه ها و دست پرورده های خاندان رفسنجانی که خانومش از فامیل های آقای اردشیر زاهدی است، و آقای اردشیر زاهدی عکس هست که در عروسی این آقا پسر شرکت کرده. حالا یه مقدار برای ما باز میشه که چطور شد یهو اردشیر زاهدی شد طرفدار جمهوری اسلامی و از مثلا اون آدمکش قاسم سلیمانی تعریف میکرد و از اینکه جمهوری اسلامی حسابی ایران رو محکم نگه داشته و مقاومت میکنه، از این خوزعبلاتی که میگفت، حالا مشخص میشه از کجا ریشه داشت. اما برگردیم سر این گزارش، همطور که فرمودید میگه بخشی از یک شبکه وابسته به ایران، پس جمهوری اسلامی یه شبکه‌ای رو درست کرده که در اون این افراد نقش داشتن، آریان طباطبایی، علی واعظ و خانم نیما اسفند، اینا کارشناسایی هستن که در مناطق مختلفی نفوذ کردن، و از جمله عدنان طباطبایی که اینا رو انداخته. این اطلاعاتی به نام مصطفی زهرانی است که در وزارت اطلاعات اومده تو وزارت امور خارجه و یک شبکه‌ای رو به قول خودش از تحلیلگران ایرانی شاغل در اندیشکده‌های آمریکایی اروپایی به وجود آورده. هدف چی بوده؟ هدف این بوده که اینها سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در بین کشورهای آمریکایی و اروپایی جا بندازن، جا اندازی کنن، خلاصه مطلب. و همطور که ملاحظه می‌فرمایید اینا دور و بر آقای رابرت مالی قرار می‌گیرن. خانم طباطبایی در وزارت امور خارجه بوده و در حال حاضر امروز که ما در خدمت شما هستیم، رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه و جنگ‌های محدوده. آقای علی واعظ هم معاون رابرت مالی در
یک مجموعه رو درست کرده رابطمالی به نام گروه بین المللی بحران. ایشون معاون رابرت مالی است در اونجا در مورد ایران. عدنان طباطبایی هم جزو همین گروه و کارش بیشتر در اروپا است. مرکز اون سازمان هم در بروکسل بوده. پس آقای رابرت مالی آمده سه نفر رو فعلا که ما میشناسیم به زمان دو نفر دیگه، یکی همون خانومی که اون بالا ملاحظه فرمودید، خانوم نیما اسفندیاری، یکی دیگه به نام الی گرانمایه و سومی برادر تریتا پارسی به نام روزبه پارسی. اینا رو جمع کرده در سازمان‌های مختلف بین‌المللی نفوذ کردن اینا تا سطوح بالا. ظاهر قضیه اینه، ظاهر قضیه. اما من نظر خودم رو بخوام عرض بکنم جناب دلدار گرامی، من اصلا باور نمی کنم که در آمریکا و در اروپا اینقدر اولاغ باشن که اینها رو وردارن بیارن تو اون رده های بالا رو بکنن رئیس دفتر وزیر معاون وزیر دفاع آمریکا. اصلا اینطور است. بنابراین این ظاهر قضیه رو یه ذره بذاریم کنار، بریم پوستر رو بذاریم کنار، بریم داخل تر ببینیم چه خبره. حالا من میپرسم چرا آمریکایی‌ها باید یه همچی کاری رو بکنن و چرا جمهوری اسلامی باید این کار رو بکنه؟ حتما هر دو منافع مشترک دارن. صد درصد. پس آمدن یه افرادی رو به عنوان دوستان دو طرف انتخاب کردن. در این گزارش ایران اینترنشنال ببینید خانم طباطبایی میخواد بره اسرائیل. آره. اجازه بگیر. و اجازه میگیره که من قراره برم اسرائیل، موافقین؟ اجازه میدید؟ و اینا میگن که نه نری بهتر. به من بفهمه چرا رئیس دفتر وزارت جنگ آمریکا باید به وزارت امور خارجه ایران آقای خطیب‌زاده بنویسه که آقا من میخوام برم اونجا، نظرتون چیه؟ خانم آریان طباطبایی رفته در یک کنفرانسی در ترکیه شرکت کرده، نتیجهش رو داره به وزارت امور خارجه ایران خبر میده که آقا من رفتم اونجا این اتفاقات افتاد، نمیدونم سر دخیل رو دیدم اینجوری کردیم. آقا اینقدر ساده نباشیم. اینا نفوذی نیستن، اینا آدمای مورد اعتماد دو طرفن. حالا یه مرحله بریم بالاتر، چرا باید آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی یه سری افرادی رو که هر دو بهش اطمینان دارن داشته باشن؟ آقا اینا با هم همکاری دارن. من اینها با همن. ما ملت چقدر ساده ایم که نشستیم منتظریم که به یه نفر وکالت بدیم بگی برو با آمریکایی‌ها صحبت کن پدر این آخوندا رو درو، و اونم بگه بله من الان میرم در نمیدونم اتحادیه اروپا یا در مجلس آمریکا پدر آخوندا رو درو. آقا آمریکا این نظام رو نگه داشته، من نمیدونم دیگه چجوری باید گفتیم رو. آمریکایی‌ها به اینا مشورت میدن که چجوری سر این ملت بدبخت کلا بذاری. این دیگه نفوذ نیست، جاسوسی نیست، این همکاری مشترکه برادر. آمریکایی‌ها گشتن افرادی رو پیدا کردن که انگلیسی خیلی خوب میفهمن، با فرهنگ آمریکایی خیلی آشنا هستن، فارسی هم خوب میفهمن، با فرهنگ ایرانی هم آشنا هستن. گفتن آقا این وسط باشه ما با هم بتونیم کار کنیم. گروه بین‌المللی بحران رو درست کردن. گروه بین‌المللی بحران کارش چیه؟ نذاره جنگ اتفاق بیفته. ظاهرش خیلی قشنگه، هیچ کس دوست نداره جنگ اتفاق بیفته، ولی قرار هست دلالی بکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. و اومدن افرادی رو برداشتن آوردن که دو طرف بهشون اطمینان دارن. از توی این برای ما بعد این در بیاد. حالا این چجوری نفوذ کرده، اون چجوری کرده، مالی چه غلطی کرده، دردی از من و تو دوا نمیکنه. من و تو باید بفهمیم که امروز آمریکاست که جمهوری اسلامی رو اینطوری مراقبت میکنه نخوره زمین. و
این که شما هی میگید یه عده میگن بابا این اپوزیسیون بی ارزه فلان کرد، آخوند بی سواد 45 سال مملکت رو گرفته، آخوند بی سواد بدون کمک آمریکا و روسیه و چین و فرانسه نمیتونست بمونه. آقا اینا رو خط بهشون میدن، اینا رو راهنمایی میکنن، اینا رو براشون دلالی میکنن، هر جا دارن میخورن زمین. شما نگاه کن از سال 1357 تا حالا هر جا اینا داشتن میخوردن زمین، آمریکایی دویدن یه کمکی به اینا کرد، هر جا دیدن که اینا دوچار مشکل شد. تو اوج سال 1388 دیدید اوباما اومد به اینا گفت آقا این پولا رو برده برو. الان هم زندانی ها رو آزاد کردن، 6 میلیارد بهشون دادن. بله، و هم اجازه دادن که فروش نفتشون رو به چین ادامه بدن، روشون رو بستن، نگاه نمی کنن. جالبه، من در فیسبوک خودم هر ماه گزارش فروش نفت ماه گذشته رو میذارم و شما ببینید عمده فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه. چین گزارش رو میده، تانکر تراکر، تانکر تراکر زیر مجموعه وزارت امور خارجه آمریکاست، یعنی وزارت امور خارجه آمریکا با تمام بیشرمی که میگه فروش نفت ایران تحریمه اعلام میکنه که مثلا در ماه سپتامبر 1,500,000 بشکه نفت هر روز از جمهوری اسلامی رفته چین و ما هیچ غلطی نکردیم. آقا دست برداریم از این ساده نگری و از این کودک صفتی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها یه کاری واسه ما میکنن. بفهمیم که آمریکا و اروپا و چین و ماچین همه مراقب این نظامن که زمین نخورن، بهشون کارشناسی میدن، بهشون راهنمایی میکنن، برای اینکه از اینها آدم فروشتر و ضد ایرانی تر پیدا نکردن. اگر شما شخصی به نام اپوزیسیون میخوای با آمریکا معامله کنی، بعد نشون بدی که از اینها آدم فروشتر، مملکت فروشتر تو این، اون وقت تو رو به عنوان اپوزیسیون قبول میکنن، گندت هم میکنن، چون خوششون میاد. آدم فروش میخوان، خائن میخوان، انسان شریف نمیخوان برای ایران، که انسان شریف داشتیم و دیدید چجوری با چه فضاحتی بیرونش کردن از ایران. نمیخوان اینا، اینا آخون میخوان، پاسدار دزد آدم کش میخوان. بنابراین امیدوارم دوستانی که این برنامه رو میبینن چشاشون رو باز کنن، بفهمن آمریکا دوست ما نیست، دوست جمهوری اسلامیه. بفهمن اروپا دوست ما نیست، دوست جمهوری اسلامیه. اینقدر وقتتون رو سر اینکه اتحادیه اروپا رو فلان کنیم، آمریکا رو راضی کنیم، وقتتون رو تلف نکنید. برعکس اگه میتوانید افشاگری کنید، بذارید دست اینا باز بشه برای مردمشون، برای اینکه مردم آمریکا دوست ملت ایران، مردم اروپا دوست ملت ایران هستن. اما حکومت هاشون چون دنبال منافع بزرگ هستن به هیچ وجه با ما همدلی ندارن و ما نباید وقتمون رو این تلف کنیم. بفهمید باشون. من منتظر بودم که خب لابیگری باید یه حرکتی، یک تشکیلاتی که باید به سقف برسه و در آمریکا مراحل خودش رو بگذرونه. اینا که حالا صحبت ازشون کردیم میگن ما لابیگری داشتیم میکردیم، در که اینا هیچ کدومشون عملا سازمان خاصی نداشتن که به سب برسن. من منتظر بودم که بالاخره درست آقای مالی رو برکنار کردن، یعنی میگن منتظر خدمتش کردن، برکنارش نکردن، برای گوشتنش کنار. ولی من اقدام جدی نمیبینم از طرف دولت آمریکا، مثلا در مورد همین خانم طباطبایی، در مورد آقای صادقی، آدم چیزایی که این گروه بودن، من چیزی نمیبینم، اقدام اساسی نمیبینم اینا بکنن. فکر میکنم دارن زیر سیبیلی درش میکنن این قضیه را. آقای طباطبایی بود، معذرت خواهم، آریان طباطبایی، دختر جواد طباطبایی، عدنان طباطبایی، دختر صادق طباطبایی، علی مایزم که عرض کردم از دار دسته رفسنجانی. این عرض منو تایید میکنه که آقا آمریکایی‌ها میدونستن و با موافقت بالاترین مقام‌های سیاسی و
امنیتی این کشور اینا رو کشیدن بردن اونجا. بله. وگرنه اگر غیر از این بود که همین فردا تا این تقش در می اومد باید یقه اینا رو میگرفتن دیگه. نه عزیز، میدونم اون معاون وزیر دفاع هم بردنش مجلس آمریکا ازش سوال کردن، گفته ایشون تمام مراحل امنیتی رو طی کرده و ما به وجود ایشون افتخار میکنیم. معلومه از کردن اینا چهره هایی هستن که مورد اعتماد دو طرف هستن و دو طرف با کمک اینها قراره به قول ما رشتی ها آندرستندینگ بهتری از همدیگه داشته باشن. تای خط اینه که آمریکایی‌ها میخوان مراقب باشن این نظام زمین نخوره، چون میدونن چقدر اینا احمقن، آخوندها چقدر احمقن، بنابراین مراقبن که اینا زمین نخوره. این تکلیف ما ایرانی ها رو روشن میکنه، این که این چجوری رفته اون تو، اون چجوری اومده این تو، اینا دیگه دردی از من تو دوانه میکنه. مهم اینه که بفهمی آه خط اصلی آمریکایی‌ها حمایت از آخونداست و دادن خط، دادن نظرات کارشناسانه است و اینکه اینا بمونن. و این نظرات کارشناسانه رو من به شما عرض میکنم در سرکوب ملت ایران هم همین بیشرف ها سهیم هستن، راهنمایی میکنن به اینا که چجوری برخورد کنید که ما هم بتونیم در خارج زیر سیبیلی در کنیم. مثلا نکشید ولی چششون رو کور بکنید، مثلا بعد هم بگید ما نمیدونیم یه عده این کارو کردن. اینا کارهای کارشناسیه که در اختیار اینا قرار میگیره دوستان گرامی، و امیدوارم ما ایرانی ها از این کودک صفتی و از این درست کردن. سپاسگزارم. این آقای سپهر خسروی مرتب دیگه داد میزنه، دیگه وقت تموم آقای افتخاری بیژن‌خان. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از تماشاگران عزیز، و سپاسگزارم از جناب آقای سپهر خسروی که اینقدر دقیق و مرتب کار میکنه و نرز داره کارش. و یک سپاس بیچارم و یک درود دارم، درود بی‌پایان بعد از یک تا که به ما جان داد تا فدا ایران کنیم. شما خوش بدید.